سلام، من آرش ظفری هستم. در دومین برنامه پیاده در شمرون، بریم به شمرون. امروز اومدیم تو بخش ابتدایی محله دربند. البته در گوشه محله که میبینید اومدیم ظهیرالدوله. ظهیرالدوله بخشی از محله دربند هست که یه بخشی از این املاک مربوط به ایشون بوده. این تقاطع ظهیرالدوله وقتی واردش میشین توی محدوده، خب یک مقبره قدیمی هست، یک آرامستان قدیمی هستش که در این آرامستان بسیاری از افراد فرهنگی، بسیاری از افراد و شخصیت‌های نظامی، شخصیت‌های سیاسی هستن که در اینجا پیکرشون به خاک سپرده شده و این هم یکی از جاذبه‌ها و جاهای دیدنی شهر تهران هستش. آرامستان ظهیرالدوله، درش ایرج میرزا، ملک الشعرای بهار و بسیاری از افراد دیگه در اینجا به خاک سپرده شدن. یکی از کارهای خوبی که انجام شد توی یک دوره از کار که شاید بگم خود من هم در این نقش داشتم، بخش هویت محلات بود. خب اینجا توی این بخش ظهیرالدوله که میخوایم ببینیم، یک بخشیش ورودی محله امامزاده قاسم هست. همینطور که ملاحظه میکنید، ما یه بخشی از جغرافیای محله رو توی این بخشی به عنوان معرفی هویت محله مشخص کردیم که محدوده محله امامزاده قاسم رو نشون میده که این محله به چه شکل هست و محدوده جغرافیاییش از کجا به کجا شروع میشه. از سمت دیگر اینجا اگر بیاید ملاحظه بکنین، راجع محله امامزاده قاسم توضیح داده که محله واقع در ناحیه منطقه یک هستش. حدود فعلی محله از شمالش به خیابون بوکان که میشه حد و مرز جماران میخونه، از این طرفش هم به بحثای کرمانشاهی و رستگاران رو داره. حد پایینیش هم میشه خیابون باهنر یا همون خیابون نیاوران و یه قسمتی از اون هم عرضم به خدمت شما به همین خیابون دربند میخوره. نام قدیم امامزاده قاسم اسمش دهدیزج بوده، دهدیزج اولیا یعنی بالایی بوده که با آبک در شمال اون هستش، چون آبک محدوده بالایی تری هستش و پایین اون هم میشه محدوده تجریش و محدوده دزاشیب هستش. این سمت هم که میشه خیابان دربند و اونور هم میشه جعفرآباد که این مرز رو مشخص کرده. ما دو تا روددره داریم، یه روددره داریم مربوط به روددره دربند هست که این امتداشه، یه روددره دیگه هم اونور داریم به عنوان روددره گلابدره هستش. از مکان‌های تاریخی این محله امامزاده قاسم، قبرستان ظهیرالدوله است که براتون توضیح دادم، گفتم اونجا هم داماد ناصرالدین شاه بود. خب پس از دفنم جمعی از هنرمندان، چون خود آقای ظهیرالدوله اینجا به خاک سپرده شده و جمعی از هنرمندان به قول معروف همه افراد هم اینجا هستن. خب من ایرج میرزا رو گفتم، رهی معیری رو جا انداختم، فروغ فرخزاد و بسیاری از هنرمندان دیگه در این محدوده هستن و الان این مکانی که میبینید شده یه مکان بسیار شلوغ. البته مکانهای دیگری هم در این محدوده هست. اجازه بریم میریم تو خود محدوده، دل محله اونها رو میبینیم. این قسمت پایینی که میاد یه ورودی هستش که این ورودی اینجا پله میخوره و توی مسیری که وجود داره شما رو میبره به خیابون جعفرآباد و تقریبا میشه گفت این راه پیاده راهی بوده که مردم از وسط خیابون جعفرآباد که می اومدن وارد بشن از تجریش، این راه راه میانبری هستش که شما رو وصل میکنه به اون یکی خیابون از روی رودخونه که بیایم تیکه یه تیکه از این محله هم ببینیم. تقریبا میشه گفت هنوز این بافت محلی زیاد تکون نخورده و همون حالت قبلی خودش رو حفظ کرده. این روی رودخونه هستش، جای دنجی هم هستش، خیلی هم آرامش بخش هست. پلو که میبینید دسترسی محلی هستش، همونطور که گفتم به اون خیابون جعفرآباد وصل میشه. نگاه کنید هنوز این بخشی از رودخونه رو شاید زیاد کانال کشی و سیمان کشی و بتون کشی نکرده، اون بخش طبیعی خودش رو حفظ کرده که با همین تصویر رو میبینیم. حالا با اون که آبم کم هست ولی هنوز برای خودش جاری و روان هست. این کوچه هم معروفه به کوچه استخر هست که توی محله شلوغ هست. اینجا دو تا مغازه تقریبا قدیمی یا سه تا مغازه قدیمی مونده، یکی همین خوشرویی مونده، روبروتونم آینه آقای تجلیه، شیشه آینه نور تجلیه
که حالا نمیدونم هنوز خود آقای نور تجلی هست یا نیست. بیایم این طرف ببینیم. این آقا سعید ترقی از بچه های قدیمه، مرحوم پدرشونم آقا رحمت الله، اینجا خدا رحمتشون کنه، اینجا خوشویی رو داشتن، یکی از قدیمی های خوشرفتار مشتری مدار بچه های گل محلن که همیشه مردم هنوزم اینجا مراجعه میکنن و خوبیش اینه که هنوز کارشون هم سنتی حفظ کرده. یه خاطره از اینجا و محله و قدیمی اینجا بگو که دوستان دارن اینا رو معرفی میکنیم، محله و منطقه رو. سیر و دوری منطقه خیلی قدیمی و الان اخیراً میراث فرهنگی اومده شماره سخت میگیری به حیثت افراد، شاعرها، نظامی های قدیم، خیلی اشخاص و شخصیت های قدیمی تو اینجا دفنن. خاطرمون بچگی همون اینجا خیلی بوده، اینجا سیل اومدهش این منطقه رو دیوارش رو برد. الان هم این ساختمون شما مشاهده میکنید، این هم اصطلاح قبرستون بوده. جالب اگر میشه این هم ذکر بکنیم، بعد ما اومدن روش ساختن، یعنی مابقی قبرستون بوده این ساختن، مابقی قبرستون که این هم اومدن ساختن. و ما همین حالا البته ایشون همیشه کنار پدر بودن موشون مشکی بود، باحال بودن، الان تو گندمی جذاب تر شده. شما برم خب یکی از قدیمی ترین مغازه‌هایی که کار شیشه و آینه میکنه اینجا شیشه فروشی آقای نور تجلیه. این آقای نور تجلی بیش از 30 سال اینجا کار شیشه میکنه، کار آینه میکنه، همه محل هم میشناسنش از قدیمی هست. خیلی مومشکی تر بوده، شوخ طبع محل بوده، الان سفیدتر شده، ماشاءالله بزنم براش به تخته، مشغول به کار و خدماته، همش سفید سفیدتر شده، شادتریش هم ایشالله حفظ کرده. بعد نیستیم آقای نور تجلی هم باش آشناشیم. الحمدلله. خب یه خاطره قدیمی از اینجا چی داری بگی آقای نور تجلی؟ اینجا تمام خاکی بود، تمام خیابانی که میبینی سر خیابان دربند ما اونجا یادم میام کلاغ بود، کلاغ جمعه ها مصاحب دینایی که میامدن امامزاده آسم میرفتن دربند با اولاغ رو الان با آزارم میام میشن میرفتن بالا و تمام امامزاده آسم باغ بود. خدا رحمت کنه امام خمینی رو، سال 57 اومد امامزاده قاسم اول قبل از جماران. آره اومدن امامزاده قبل از جماران. اون مغازه میده فروشی یه مغازه بودش که نفت فروشی میکرد اینجا و تقریبا میشه گفت ما دو سه جای نفت فروشی داشتیم، یکیش اینجا بود. یه پیرمردی بودش که یه فرزند نابینایی هم داشتش که اینجا معمولا نفت محل رو اونجا تنظیم میکردن و نفت کپونی بود و دفترچه اقتصاد بود و به این شکل بود که مردم دادن نفتشون رو اینجا تنظیم میکردن. اصل میدون امامزاده قاسم همینجاست. اینجا رو که نگاه میکنید الان یه میدونگاهیه که مردم میخوان درس انجام بدن. اینجا خشک چینی کردن، حوض زدن، نمیدونم تندیس زدن، مجسمه زدن، بالاخره رسیدن به یه میدون بیزی شکلی که توش فضای سبز داشته باشه. این آقا هم که نگاه میکنید اسمش آقای ابوالفضل‌خان ربیعیه، از اخوان ربیعی ها، هم عضو شورای یاری محله، هم رئیس شورای محله، از فعالین این محل و منطقه است که از بچگیشون هم توی محل بزرگ شده، هم خودش کاسب محله، دیگر هم الان جزء هیئت امنای مسجد و بزرگای محله. اون مشرزای نفروش رو که بهتون اونجا توضیح دادم، گفتم یه بچه‌ای داره چشش نابیناست، اینجا خونه مشرزا بود. چطوری بعد خدا بشه خدا قوه. این حموم قدیمی چی شد اینجا؟ هستش حموم و بس چیز داریم باش بردیمش ثبت میراث فرهنگیش کردیم. خب چرا؟ برای اینکه خونه خدمت محله خدمتش بالا بود، میراث اومد، ما اینو پیگیری کردیم اومدن چه بگم برای ثبت میراث هم شدیم. ثبت اون قدیما که من ازش صحبت میکنم شاید مال 30 سال پیش بود. اینجا یه محله که میخواستی وارد چی بری به سمت امامزاده، این سنگ فرش ها و این مغازه ها و به این شکل ترتمیز نبود. یه سری راه روی کوریدوری بود به صورت کاهگلی بود که توش یه سری مغازه به صورت حجره بندی داشت که یه تیکه سایه داشت که این مسیر رو میرفتی تا جلو. دست چپش هم تکیه محل بود که شروع میشد. آره از تو تکیه رد بشه تا میخواست بزنی آزاده. خب چه کسایی اینجا دفن شدن؟ چند تا شهید داریم اینجا؟ چطوریه؟ ما اینجا 4 تا شهید که یکیش مدافع حرمه،
سه تاش هم از شهدای دوره دفاع مقدس. اینا به صورت نمادین چون اینجا شهید نیبودن، بیشتر شهدای شمرون تو چیزر دفنن. همین مرحله هم کجا دفن هستن. این کوچه رو بگیریم اینجا رو. اینا همونایی که براتون گفتم. اینا محله‌های وصل میکنه محله رو به بخش‌های مختلف. چون شمرون حالت کوهستانی داره، همه چی پله ماننده. این پله‌ها هم برای پله بوده هم برای راه آب. همینطور که نگاه میکنید بخشی از این راهآبات که ساختمون رد میشده هدایت میشه از اینجا آب‌های سطحی. پله بندیش هم درست که این دستگیره هم که به شما گفتم چه خاطراتی داره. میتونیم بگیم یکی از تیرای قدیمی که توی محل هست، یکیش اینه، یکیش تو همون راهپل است که هنوز تیرای برقی اینجا، این تیرچوبیه قدیمی که هنوز جزء بازمانده های این هست که مونده. اینجا علاوه بر این که امامزاده قاسم یه ذریحی داشتش از چوب بود، چوبی بود، الان اینا رو همه رو برداشتن از فلز درست شده، جدیدش کردن، نوش کردن. این سنگ فرش و این کاشیکاری ها که شما اینجا میبینید اینا نبود، اینا همه قبر بود، بالا پایین داشت، خاکی بود. افراد میومدن اینجا فاتحه میفرستادن و به قول معروف به امواتشون سر میزدن. اون گوشه اون محلم مقبره ارزم به خدمت شما که اجداد بنده بود، که اینها ارزم به خدمت شما که تو طرح توسعه امامزاده قرار گرفت، اون مقابر هم خراب شد و الان زمین صافی که شما میبینید اینجا باقی مونده. خب یه نمای خوبی داره از اینجا، میتونید شما نگاه کنید تمام سطح شهر تهران رو. خب اینجا درخت های مختلفی داشت، درخت توت داره که هنوز درخت توتش تقریبا ازش مونده، درخت های مختلفی رو داشت که مردم میومدن اینجا. اینجا قبلا اسمش تیه غذای مهمان بوده، بعدن اسمشون رو عوض کردن، اسم خودشون رو گذاشتن به نام تیه غذای ربی. خیلی هم شعبه زیاد تو این شمرون دارن ولی همه شعبه ها زیرزمینیه، این یکی به صورت دالونیه. بریم با هم این پایین. ایام محرم، صفر، عاشورا، تاسوعا، اینجا مربوط میشه به خدمت رسانی به امام حسین. اینجا هم از بخشی از درآمد و کمک‌های دوستانم تو همین موضوع هست. مونسنگه که بچه محل حرف نداره. بای بای تا شمرون رو بردیم.